سلام دوستان وقتتون به خیر باشه چند تا اکس و فیلم اخیرا از آلبانی منتشر شده که خیلی خاصه و میخوام کمی در روی صحبت بکنیم به بهانه این عکس و فیلم ها نکاتی رو هم بررسی کنیم فقط یه چیزی رو میخوام بگم یه روایتی از کره شمالی در رسانه ها مطرح میشه و در شبکه های اجتماعی و اون روایت این هست که برای مثال الان من و شما داریم صحبت میکنیم بعد مردم در کره شمالی بر باورن که کشورشون در مسابقات جام جهان جهانی اول شده کشورهای مختلف رو شکست داده در المپیک هم جزو یکی از سه کشور اوله حالا اینکه مثلا بعضی از رتبه‌ها نتونسته بیاره دیگه اون داوری باشون لجبازی کرده و یک روایتی رو حالا اینها فارغ از اینکه راست باشه یا شوخی ولی داره اشاره میکنه که رسانه اونجا تلاش میکنه روایت مورد نظر خودش رو از دنیا به مردم ارائه بده ما عین همین رو در غرب هم داریم ما و اونجا هولناکتره اونجا خیلی ترسناکتره. به یاری در یک گزارش مفصل خدمت شما ارائه خواهم داد فقط خلاصه ی اون چیزی که در غرب اگر بخوام خدمت شما ارائه بدم فرانسیس فوکویاما اخیرا یادداشتی ارائه داده در همین یادداش اشاره کرده به اینکه بعد از ماجرای اوکراین و محدودیت هایی که در رسانه های غربی به وجود اومد برای من مشخص شد که ما در حوزه استبداد رسانه از شوروی هم ترسناک داریم رفتار میکنیم اینا رو گوشه زنتون داشته باشید باش کاری ندارم اگر در خصوص کره شمالی این چیزهایی که میگن راست باشه یا دروغ باشه واقعیت این هست که یک نقطه ای در دنیا وجود داره که در اون نقطه ایرانی های زندگی میکنن که این حقیقتی که درباره کره شمالی میگن درباره اونها صدق میکنه یعنی اونها الان که ما با هم داریم صحبت میکنیم برای این باورن که کار رژیم تمام شده رژیم در آستانه پرتگاه قرار گرفته مردم شورشگر وسط خیابان ها هستن آخه شورشی پدر شما هاست جماعت پلیچه رو مردم کشور ما رو شورشگر خطاب میکنید ولی به هر جد میگن که آقا شورشیان وسط خیابان هستن مردم در حال جنگ با حکومت و حکومت در حال سرکوب هم. کدوم خیابونو میگی یعنی کجا میشه یکی از آدرساشو بگی با ساعتش من میخوام برم لایو بگیرم همونجا میخوام بر... اصلا من تا الان پخش زنده تو یوتیوب نداشتم درسته میخوام اونجا لایو بگیرم میشه رو من میگی الان کدوم خیابونه که دارن به خودمون شورشی ها شورش کردن به قولشون با ادبیات شما دارم میگم و رژیم هم داره سرکوب کدوم خیابون الان اینجوریه خب این یک روایتی اونجا برای اینها ساختن برای اینکه این جماعت رو نگه دارن و بتونن اونجا حفظش رو میکنن یک روایتی رو ساختن و دارن از اونها بهره کشی فکری و رسانه ای رو انجام میدن یکی از دوستانی که از این فرقه جدا شده بود برای خود من تعریف میکرد میگفتش که من زمانی که داخل این فرقه بودم تصورم از ایران این بود که الان سر هر خیابون یه تیره برقی هست و روی اون تیره برقی یک ایرانی رو به دار کشیدن یک جوان رو به دار آویختن و دارن این جنایت ها رو انجام میدن میگه تصور من از ایران این بود ایشون تعریف میکرد میگفتش که در یک بازی زمانی ما به این جنبندی رسیدیم که با وجود همه این حرفا که میزنن و بعضا تکسیب هم میشه ما تست کنیم ببینیم که به کجا میرسه دیگه تو این فضا نمیتونیم تحمل کنیم بریم به کشورمون برسیم و اگر شد و اگر این چیزهایی که رژیم و اینا میگن راسته یعنی مثلا میگن این روایت هایی که ما داریم میشنیم دروغه بریم تو کشورمون زندگی کنیم ایشون تعریف میکنه میگه زمانی که داخل فرودگاه شدیم و کارهای ما هماهنگ شده و ما داخل کشور وارد شدیم چند نفر از مسئولان یکی از نهادهای امنیتی اومدن یک جلسه با ما گذاشتن میگه فضای کشور رو ما ترسیم کردن و یکیشون به ما گفت گفت آقا ما سوابقی هم که شما دارید و خبر داریم فلانی من میدونم که تو در فلان حوزه کاری رو کردی میگه بخشی رو برای من گفت میگه و تاکید کرد گفت اینجا هیچ محدودیتی برای شما وجود نداره در کشور خودتون زندگی بکنید اما به مسیر قبل ادامه ندید تو اون مسیر تقابل با حاکمیت و چیز این شکلی بز کنار این داستان رو بز کنار زندگی بکن و ایشون میگه من اونجا فهمیدم روایتی که در داخل فرق ساخته میشه دروغه ببین شما نگاه میکنید یه می تلویزیون ساختن برای اینا این تلویزیون صبح تا شب داره اراجیفی رو به اینا ارائه میده اینا وقتی نگاه میکنن بر این باورن که دیگه تو ایران همه چیز اصلا تموم شده است پاشیده است با اینکه رژیمی رو هستن که مردم الان کف خیابان ها دارن باش میجنگن اصلا فضا کشه چیز است مردم یه مدل زندگی دیگه ای دارن نه برای اینکه این سایبری ها رو بتونن پشت این کیبورد ها نگه دارن برای اینکه این, این پیرمرد و پیر زن ها رو بتونن همچنان پشت این کیبورد ها وسط میدان نگه دارن مجبور هستن این دروغ ها رو برای اون انجام بدن که اون احساس بکنه داره مبارزه انجام میده و مبارزه رو به پیروزیه در صورتی که اصلا خبری نیست بریم چند تا عکس و فیلم ببینیم ببینیم که در کره شمالی ایران دقیقا داره چی میگذره و آنهایی که در این کره شمالی هستن چطور دارن زندگی میکنن دوستان تأثیری اخیرا منتشر شده از داخل گروهک ترسی منافقین البته این تصویر مربوط به یک فیلم هست من بخشی از این فیلم رو برای شما آوردم روی این تصویر یک نمونه از اقداماتی که داره انجام میشه رو میبینید نقشه تهران در مقابل اینها قرار گرفته و جلوشون یک مانیتور هست روی این مانیتور تصویری از جعل یک سند رو دارید میبینید یک نامه دولتی هست که اینها دارن تلاش میکنن اون رو جعلش بکنن به سن افراد نگاه بکنید به مدل پوشش اینها نگاه بکنید و فضایی که درش قرار گرفتن یک تعمولی داشته باشین فکر میکنم خودش نکاتی داره من خیلی لازم است نکات رو خدمت شما توضیح بدم تاثیر بعدی رو ببینید تصویر بعدی یک نمونه از افرادی که در داخل یکی از سوله های گروه که منافقین داره کار سایبری انجام میده دارید مشاهده میکنید همین دختر پسرهایی که توی توییتر و اینستاگرام و اینور اونور میبینیم عکسای پروفایل قشنگی هم دارن همشون هم یه فامیل دارن که اون فامیل تو دهه 60 رژیم اعدام شده به خاطر این با رژیم مشکل دارن همینا این پیرزن پیرمردا که میبینی همون بچهای جوونی هستن که توی توییتر اینور اونور دارین میبینیم تاثیر بعدی خیلی تاثیر مهمی هم به خاطر این تاثیر بیشتر سعی کردم که این گزارش رو به شما ارائه بدم تاثیری هست از فردی که در مقابلش دو تا مانیتور قرار گرفته شما دو تا اکانت تلگرام رو می‌بینید توی این اکانت های تلگرام تاثیر سمت راست داره کانال های خبری و کانال های تنز رو نشون میده توی کانال های که رو مشاهده میکنی یکی دو تاش کانال است که من شنیدم وابسته به هیچ چیزی که خلاف مسائل مرسوم باشی تو این کانال ها نرفته ها الان داره خیلی مرسوم خیلی طبیعی دارن رفتار میکنن ولی این کانال ها وابسته و گروه که منافقین این تصویر روی صحبت هم ببینید کانالی است که تقریبا دو هفته پیش به یک باره. تا دو هفته پیش گروه که منافقین رو به عنوان یک گروه تروریستی معرفی میکرد خیلی هم مخاطب جذبیاره بود یه چیزی حدود بذار من دقیقش رو شما بگم بله این کانال در حوزه خبری چیزی در حدود 100 هزار تا مخاطب جذب کرده بوده صرفا مطالب مرسومی که الان بین من و شما هست رو مطرح میکرده به یک بار محتوا رو عوض میکنه یعنی ادمین ادمین گروهی که منافقین بوده کانال از درون این فرقه داشته مدیریت میشده مردم خبر نداشتن حالا که محتوا رو عوض کرده مخاطب داره لفت میده خارج میشه و متوجه شده که اصلا چیه عمده کانال هایی که سمت راست میبینید البته عمده که نگم بهتره چون بعضیش کانال های خبری در داخل ایران داره بروز میشه ولی بعضی از کانال هایی که سمت چپ روی اکانت تلگرام این فرد داره ای از همین جنسه کانال هایی است که خود اینها یا در بروز در تاسیسش نقش دارن یا اینکه تلاش کردن ادمینی بگیرن از مدیرش و با کمک مدیر محتواهایی که بعضا احساس میکنن میتونه محتوای منفی باشه رو اونجا منتشر بکنن نه محتواهای مستقیم محتوای منفی تصویر سمت چپ رو دارید روی صحبت من مشاهده میکنید یکی از مانیتورهای دیگه ای که این فرد داره اکانت تلگرامش رو روش به روز میکنه توی این مانیتور چند تا نکته وجود داره یک کانال های مربوط به گروه که منافقینی که داره دنبال میکنه کانال خبری سود اینترنشنال هست که داره دنبال میکنه و یک گروه تل... تلگرامی که روی تصویر دارید مشاهده میکنید گروه بازنشستگان دقت بکنید اجازه من ببینم تاثیر با کیفیت میتونم خدمت شما را بدم بله تاثیر روی صحبت های مشاهده کنید گروه مربوط به بازنشستگان تأمین اجتماعی یکی از گروه هایی که این هفته ها به شدت تلاش کردن که تحریکشون بکنن و در کف خیابان های کشور از ظرفیت اینها به عنوان اعتراض استفاده بکنن خب همه ما این رو میدونیم که عزیزان بازنشسته و عزیزانی که بازنشسته های تأمین اجتماعی هستند مطالباتی دارن که این مطالبات کاملا به حقه این مطالبات کاملا منطقی هست و کاملا باید جدی گرفته بشه عزیزانی هستن که سالیان سال زحمت کشیدن در این مملکت در این وطن در حوزه های مختلف مشغول کار بودن سختی کشیدن کلافگی های رو تحمل کردن و امروز مطالباتی دارن که این مطالبات بدیهیه اما اون نکته که خیلی مهمه اینه ادهی پیرمرد و پیرزن در تیرانان نشستن همون پیرمرد و پیرزن هایی که در جنگ تحمیلی 8 سال میخواستن کشور همین بازنشسته ها رو بگیرن حالا اومدن در کانال های بازنشسته ها گروه های بازنشسته ها در قالب دوست اینا همون ستون پنجم هیچ فرقی نکرده هم همون ستون پنجم جنایتکاره کاره در قالب دوست داره تلاش میکنه که فضای اینها رو ملتهب بکنه و اینها رو به سمت تنش و ملتهب کردن فضای کشور خودشون پیش ببره اخیرا من یک ویدیویی دیدم البته خیلی ویدیو مفصلی هم که یک اعتراض خیلی محدودی بود از بازنشسته ها که مشخص بود این تروریست های کسی این تجمع هستن یه شعاری سر داده میشد و اون شعاری بود مرگ بر رئیسی آقا من متوجه شدم دوست از یک سال پیش این مملکت شما برق نداشتین 900 تا کشه کرونایی داشتین یه رئیس جمهور روی کار بود که هر روز فضای کشور رو مرتبتر میکرد مرگ بر روحانی توی تجمعات این شکلی نمیشنیدیم خب این مشخصه که این داستان سازماندهی شده است این مشخصه که این داستان اون جماعت معترضی که ما می‌بینیم نیستن یک نفری داره شعار سازی میکنه و اون نفر همین گروهی هستن که دارید مشاهده کنید هم گروه واتساپی رو انداختن هم گروه های تلگرامی از این دست برای اینکه بتونن بخشی از جامعه رو تحریک بکنن روی بحث کامیوندارها یک بازه زمانی متمرکز شدن کامیوندارها فهمیدن همون بازه که تجمعات رو می‌خواستن راه بندازن فهمیدن داستان چیه روی وسیله معلم‌ها متمرکز شدن بخشی از جامعه معلمی فهمی. فهمید فهمید که این داستان از سوی کسانی است که این افراد ستون پنجم دشمن هستند در جنگ تحمیلی و در خدمت به صدام توی قضیه بازنشسته هم شما رو این تصویر دارید مشاهده میکنید که اینها فعال هستن و دارن تلاش میکنن که کارهایی رو پیش ببرن اسم این کارها رو هم احتمالا در تفکر خودشون میذارن مبارزه ببین من یه چیز رو ساده خدمت شما عرض بکنم اگر فکر میکنی داری مبارزه میکنی تو تروریستی هستی که تفنگ دستت بوده تفنگ تو ازت گرفتن کیبورد دادن دستت این اسمش مبارزه است درسته الان که حملات سایبری به آلبانی صورت گرفته شما چی چیکار میکنید؟ کار خاصی نمیتونید به اون صورت انجام بدید دیگه حملات سایبری اومد نشستی شما رو تعطیل کرد این چه مبارزه ای که با یه حمله سایبری داره تعطیل میشه پس سرکارن همه اون کسانی که تحت عنوان تروریست های فرقه رجوی امروز دور هم نشستن و دارن لجن پراکنی میکنن بدیهی است که به شدت سرکار هستن از سوی فرقه ای که داره به درآمد خودش میرسه از کارهایی که اینها انجام میدن در فضای مجازی و گزارش کاری که به کنگره آمریکا و این جماعت سعودی ارامیده داره به کسب و کار خودش ادامه میده و نفس میکشه ادامهش نمیدم این روایت انسان هایی است که به وطن خیانت کردن اگر در مسیر خیانت به وطن گام برداریم در شرایطی که ملت ایستاده میخواد از کشورش دفاع بکنه ببین داستان اینها داستان ساده ای نیست من کشوری هستم که هر چند سال یک بار بخشی از وطنم جدا شده هشت سال جنگیدم که تکی جدا نشه بحرینم رو بردن آراراتم رو بردن نمیدونم نقاط مختلفم رو بردن ایستادم جایی جدا نشه توی همچین شرایطی یک عده دارن با کشور خودشون میجنگن اینا اون جماعتن دیگه ببین امتحانی که تنبیهی که خدا بر اینها حاکم کرد ببین چیه گرفت مچالشون کرد گولشون کرد پرتشون کرد یه گوشه ای از دنیا که سالیان سال بعد بشینن توی این سوله ها با این کیبورد ها دست و پا بزنن ببینن که از دل این کیبورد ها چی میخوان در بیارن من نکته دیگه ندارم اگر احساس که نکته ای هست حتما در قالب پیام برای من بفرستید از آلبانی جایی که تروریست های فرسوده دارن اونجا علیه من شما توطئه میکنن به یاری خدا به زودی خبرهای خیلی ویژه‌ای برای شما خواهم داشت اگر نکته‌ای داشتین داشت در قالب پیام حتما برای ما بفرستین دوستان عزیز صرفا یه دونه پیام برای شما میخونم یکی از دوستان من در پیام خودشون نوشتن که سلام آقای تهلیگر واقعا با دیدن های شما در زمانی که دفاع از وطن و وطن پرستی به شدت سرکوب میشه از سوی خانواده و دوستان و علتش هم مخشوی رسانه های فارسی زبان بیگانه هست و غرپرستی شده با کلاسی و فخر بنده و اعضای خانوادن با تمام توان با آوردن استدلال و تحلیل که از شخص شما یاد گرفتیم به دفاع از ایران و جمهوری اسلامی به پا دورود خیلی مخلصم باعث افتخار این چیزی که گفتیم من البته نکته ندارم به شما بدم این نکاتی که عرض میکنم داشته های ذهنی خودتون هست من صرفا دارم درس پس میدم خدمت شما و دوستانی که بیننده مطالب من هستن خیلی خوشحال شدم خیلی انگیزه گرفتم از که برای من ارسال کردیم بله این زمانه ای رو شاهد هستیم که به واسطه کار این جوجه تروریستی که تصویرش رو به شما نشون دادم و به واسطه کار سود اینترنشنال ها دفاع از وطن هزینه داره یعنی شما اینو هر کجای تاریخ ببری بگی یه جایی بوده به نام ایران در سال مثلا 1400 یا مثلا سال 2000 چند میلادی یه جایی بوده به نام ایران اینا از کشورشون دفاع میکردن فوش میخوردن هموطناشون فوش میخوردن طرف تعجب میکنه چه کشور عجیبی بوده چجوری اینجوری شده فضاش چقدر بیوطن داشته و چقدر بیوطناش قوی کار کردن که فضا این شو. ولی این شکلی توی همچین فضایی من افتخار میکنم رفقایی دارم که با افتخار سرشون رو بالا میگیرن میگن ما داریم از وطن اون دفاع میکنیم و هزینه میدیم خیلی مخلصم خیلی ممنونم از پیامی که برای من فرستادین دوستان این گزارش رو ادامه نمیدم یه درخواست ویژه میخوام ازتون میکنم و اون درخواست اینه الان که دارم با شما صحبت میکنم در هفته تبلیغات قرار داریم در فضایی که دشمنان وطن با ریال سعودی به روز میشن و دوستان وطن هم با ریال هایی که برمیگره به بودجه هاشون اونها هم به روز میشن ما دوست داریم که با حمایت های مالی شما کار رو پیش ببریم و به روز باشیم و درخواستم که حتما حمایت بکنید و کمک بکنید که با قوت بتونیم پیش بریم نکته دیگه ندارم اگر نکته بود برای ما بفرستین وقتتون بخیر